الو سلام کامیم، ببین من تو محلتونم، یه دقیقه میادم ده؟ من متوجه منظورتون نمیشم. کادوی تولدتونو میگم. کادوی تولد من؟ یه سامسونت میگیری دستت، میری یه هتل با کلاس، یه اسمس برات میاد که 100 تا اومده توی حسابت. 100 تا چی؟ 100 تا چی؟ 100 میلیون. عموجان گفته که صابر با سیگار طلا کشتن تو خرت و پرتا و دفتر دستک ادریس. ردی نشونی از این سیگارا دیدی یا نه؟ خونمو پس گرفتم، خوام سرش بازی کنم. بازی میکنم ولی سر یه چیز دیگه. سیا وکیل یغما، اسمش اکلیلیه، از شوهرش جدا شده، یه پسر 7 ساله داره که کاناداست، اسم یاشا. جاها کجا پیدا کردی؟ وکیل لوداد رد تو زرن کاری داره آقا مهندس. هر وقت بکنه آقا مهندس. آمه رسه تهرون دختم اومده، باید فرار کن. آدم هم میه؟ بابا خیالت راحت، خیلی رو برده اون برم مرز برم اون بر بزنم هم میاره. هر آدمی دوست داره که عشقی تو زندگیش باشه، یه زنگی بهش بزنه، چهار تا کلمه باش حرف بزن، اما به وقتش. رعنا نیومده؟ من قرار بود بیاد اینجا. آره میخوام بریم سراغ دریا، تلفنش جواب نمیده. باید بری کمپ. خودم کار زندگیمو ول میکنم میشینم دم در اونجا تا پارک تحویلت بگیرم. من کمپ نمیرم. بی خود میکنم، یه دست خودته. تو خوبی بابا؟ ما همه مش عقب افتادیم که تو یکی بچم. اصلا وحشی دیوونه. دریا رفت. دریا رفت. باید بریم دنبالش. حالا برای چی بهشون نمیگی ماشین دست تو؟ اگه قضیه ماشینو به اینا بگم اولین کسی که آویزون میکنن خود منم. با نگهبان پارک دعوا کرد. خب بریم سمت بیاد. با فرستادنش بازداشتگاه خانوما. میمیره اونجا تا صبح. من کاری از دستم برمیومد کردم، رضایت ندادم. این سربازا بوکس کردن که منم شنا. چیکار کنی؟ امشب کاری نمیشه که، حالا تا فردا. یغما شماله. یعنی چی؟ تو از کجا میدونی؟ ماشینش به اسم منه، خلاف کنه اس ام اسش برای من میاد. سرعت غیر مجاز داشته. آستارا. دریا از کلانتری در وردی؟ من غلط بکنم، دختر بی تربیت باید تو کلانتری باشه تربیت بشه. ببینم حالا برنامه چیه؟ یغما رو پیدا کردیم؟ نکنه مچشو باید دختر تو ویلا بگیریم. کامران نزنش، بکش جامن کیه؟ سهرهدار ویلا. من باید این طرف رو ببینم، منو ببر پیشش. پیش کی خانم مهندس؟ هم که یغما رو رد کرده. چه بلایی سرش آوردی؟ اینم بابت مزد به من داده. داری دروغ میگی؟ دروغ نمیگم، خلاف میکنم ولی دروغ نمیگم. الو، سلام عزیزم، یه کار واجب باید دارم، میخوام زود ببینم. نه چیزی نیست، سرما خوردم. شده فکر کنم ماشین عروسشون تصادف کرده، ماشین آخرین مدل اجاره کردن، شبیه 7 تومن. 7 تومن؟ آره فکر کنم یارو چپ کرده. ماشین کو؟ ماشین؟ از من میپرسی؟ مگه همینجا پارک نکرده بودی؟ نیست آخه. من چه میدونم ماشین کجا گذاشتی؟ مهمون دعوت میکنین چی میخواد واسه پذیرایی؟ سلام آقا سیرو. سلام به روی ماهت عسل خانم. سیا کو؟ سیا رو فرستادم پی نخواد سیا. الو ادریس، سیا چه کسفر من رو پرستاد پیش سیروس، میخواست خرفتم کنه، چاقو زدن است. چه گوی خوردی؟ فقط باش حرف میزدم. چه گوی خوردی؟ دوزد به سرش، به جان سیا زد به سرش. چه گوی خوردی؟ چه گوی خوردی؟ کجا بی من بی معرفت میری بگو باز، کجا بیرم قلبم شده پاییز شاغاست، تو جات اینجاست،
تو خونه ای که من بمونم، شدم حساس و بی منطق، مگه بی تو میتونم؟ دیگه گذشت و سرم بازی چه شد رفت، اون آدم مغرور و خودخواه بچه شد رفت، هر کی میتونست از تو چشمای سیاهت اینو بخونه که کنارت رو براهم. دیگه گذشت و سرم بازی چه شد رفت، اون آدم مغرور و خودخواه بچه شد رفت، هر کی میتونست از تو چشمای سیاهم اینو بخونه که کنارت رو براهم. این روزا یک کله ای فکر کردم، نمونده چیزی واسه فکر کردن، دست کم کاش یه بار با دیدنت یکم اون خاطره ها برگردن. هنوز چمار و شاره به عشق تو تو خونه، این دیوونه فقط به عشق تو میخونه، که بدونی میتونی برگردی هنوزم، تو باشی من میمونم میسازم میسو. دیگه گذشت و سرم بازی چه شد رفت، اون آدم مغرور و خودخواه بچه شد رفت، هر کی میتونست از تو چشمای سیاهم اینو بخونه که کنارت رو براهم. دیگه گذشت و سرم بازی چه شد رفت، اون آدم مغرور و خودخواه بچه شد رفت، هر کی میتونست از تو چشمای سیاهم اینو بخونه که کنارت رو براهم. نشکنم میگم آقا سلیمانم حتما به خودتون ببر. به آقا چی بگم؟ چی میدم یه چیزی سرهم کن دیگه، بهش بگو که بگو سلیمان خیلی وقت دلش میخواسته بیاد روزه. خودت چی؟ تنها میخوای بمونی؟ بله میدونستم. بچه ها به حرف ننه گوش بدین. حاضرید بچه ها بریم عزیزم؟ کولاتو بده قربونی خدا. به سلامت. بده من دستتو. سلام. سلام آقا. تو حدیث داریم که دختر بزرگ همدم و مونس پدره. بله قبلا فرمودیم. ببینم هنوزم از هم دلخوری؟ نه ناراحت نیستم، شما همشه عمل میکنیم هم عمل. همونطوران که تو میگی بد نیست. حالا میبین فقط یه سوال دارم. خب بپرس. میخوام بلش کنیم بذاریم به وقتش میپرسم. ببینم یعنی امشب نمیخوای بیای خونه؟ مادرت دستنهاست طفلک. یعنی میذارم ادریس بیاد با هم بیاییم. این شوهر تو کفتر جلدی نیست که وقت آب و دون برگرده لونه. چشم، اگه ببینم خیلی دیر شد خودم میام. احسن باریکل. امری ندارین شما؟ نه فقط
موضوع دیروز بین خودمون بمونه. چشم، حتما. خیالم راحت میشه دیگه. بله، خیالتون راحت بشه. خداحافظ. خدا نگه. آکان جان، تو 10 ساعت هم اینجا وایسی جای خالی ماشین هی نگاه کنی پیدا نمیشه. پلیس حقوق میگیره واسه این کارا دیگه. 2 دقیقه برو پاسگاه خبر بده، بگو آقا اینجوری گم شده پیدا میکنن. سند مدرک ماشین رو نداری که؟ نه نه نداری که سندشو. آها، برو پیش خواهرت بهش بگو ماجرا چی شده، قال قضیه رو بکن تموم شو بره دیگه. نه نرو، اون بچهش افتاده حال روحی و جسمی خوبی نداره که. ببین این میت شدی، بخ کردی سکته میکنی یا پیدا میشه دیگه، یه کاریش میکنیم دیگه. بذار ببینیم چی کاریش میکنیم، باید یه کاریش بکنیم یا نکنیم. من فکر میکنم یه کاریش میکنیم. من با سیمین خانم میونم خوبه، من میرم بهش میگم، میگم که اینجوری شده. اون قیافش اینجوری و ایناست، اون خیلی قلب رعوفی داره، خیلی منطقیه. بهش میگم که نگیم بهتره بهش به نظرم. سر پیری میفته قلب مل بشه. وای میسیم آقا یغما اومد، میریم همه گی پی ماشین. ما آشنا ماشنا هم زیاد داره احتمالا. چون پیداش کردم ماشین دو اندرش دوه، بیا این هم فیلمش. چیه؟ چرا انقدر دست با چه ای؟ چه حرفی میخواستی بگی؟ حرف واجب. اگه واجب بود پس چرا دیشب نگفتی؟ دیدین که اومده بود دم خونه. چی کار داشت؟ کار شما نبود. نکنه دختره چراغ سبز نشون داده؟ نه این خبرها نیست، فکر میکنه هست ولی نیست، واسه همین این مرغ سرکنده است. اسمی رفت بوده، فقط میخواست نسم شبی ما رو زاغرا کنه. قله قاف که نایمدین اینقدر سرکوف میزنی. بفرمه. من حاملم، خواستم اجازه بگیرم بچه رو بندازم. تو این وضعیت من تو شرایط چو داری؟ نه من بریم زرده من پدرم خونه است. نگران نباش، یه نفر رو میفرستم مواظبش بشه. باید کار دارم. نه اون تیغ زن تر از توی بلش کن. ملودی، ملودی خسیس اصلا. ببین تینا، تینا پولدار بود و نهیدی چه ماشین های سوار میشه. آره اون پولداره، اما بری باید بگیریش. مهنوش چی؟ اونم بابای پولدار بود. دیوونه وحشی با اسلحه مسلحه. مگه اون دفعه؟ آره اصلا عوضی بود، عوضی مارمولک اون. ماکان تو این چه بیماریه که داری میری با هر دختری؟ عزیزم باید ازدواج میکنم فردا. عزیزم بای ببین نکن، اینا 2 سال دیگه میفهمم من چه لطفی بهشون کردم. اینا منو نمیشناسم، من خودم رو میشناسم که من سرطانم. ازدواج با من یعنی مرگ.
برو دکتر سرطانه رو، البته نرو سرطان که علاج نداره، دوروبر زنده رو خط بکش کلن، برو سراغ یغما، مگه نمیگی رفیقت رو راست بگو تمام چه بره دیگه. فرشید دیلره نمیخوام فرشید، نه فرشید حرف رو نزن، به جوانی خود رحم نمیکنه، به میانسالی من رحم کن، فردا من حوصله زندان ندارم. نصیحت کردم ولکنت هم خراب شده. نصیحت نیست، من حوصله زندان رو ندارم. چهار تا مشتری جور کن از اینا نیافته پای من بابا. از اینای من یه دونه نبات خوردیم و زنگ به مونی بزنم نشد فرشید کلن زنگ برای چیزا مانو من خودم میرم درستش بشه بودا. میگم حالا بده نمیتونم این جوایس ببینم بگی پیغامشو بخون ببند آقای ماردین درو خجالت بکش خاک بود سرت کنم به خودش بیا اینجا ببینمش بیار اون بالا بابا چی میگی تو بیا اینجا ببینم دو تا خونه خودی وایس اینجا ببینم یه دونه اون ماشینی که من کوکوچ کردی چرا قیمتشه یه دونه چی میگی بابا من ماشین کوکوچ کرده بودم اینجا چیکار میکردم پول نخور گیرم این کی داره با ماشین من دور دور میکنه تو اندرزگو کیه ها بابا وایس خب ببینم دیدی میشناسیش بهنامه بهنام کدوم خریه بهنام کدوم خریه بابا همین خری که داره ماشین رو میرونه پسر خاله منه الان کدوم گوریه استانبوله استانبول خودم صبح رسوندمش فرودگاه بابا من مادرشم آمدم ببینمش متاسفم اما طبق پروتکل اینجا تا یک هفته امکانش نیست یعنی چه خانم این مسخره بازیه چیه من آمدم از سلامتی بچه‌م با خبر شم مراجعه شما حالش خوبه تا دو روز دیگه میتونین تلفنی باهاش صحبت کنین من همین الان باید ببینمش متاسفم ولی امکانش نیست برو گم شو بابا خانم رخشان معلوم نیست کجا بردیمش خواهش میکنم این چه کاری آخه زنگ میزنم به حراست خانم رخشان بچه میترسی؟ چه خبره چی شده؟ مادر دریا رخشانه خانم اومدم بچه رو ببینم بله بفرمایید بشینید من براتون توضیح بدم برو یه لیوان آب بیار برای خانم رخشان پس رئیس تویی دخترم کجاست؟ من فقط میخوام ببینمش حق دارید ولی الان به نفع دریا نیستش که مادرشو ببینه اون خیلی آشفته است با دیدن شما ممکنه آشفته تر بشه همین امروز میخواست برگرده خونه تو اینجا شرایط ما مجبوریم که معتاد ایزاله کنیم که شرایط بیرون نتونه تحریکش کنه پس من چیکار کنم؟ به خاطر دریا کمی صبر کنید بفرم شرایطش که فردا بهتر شد میگم با خونه تماس بگیرن یعنی میتونه این دفعه ترک کنه؟ هیچ وقت نمیشه 100% گفت ولی من تو این مورد خیلی امیدوارم من از دورم نمیتونم ببینم حالا دو روز دیگه لباس اندازه میگرفتن نمیشون؟ دو هفته دیگه فیلم برداری شروع میشه طراح لباسم هم داره فردا شب میره جشنواره شانگهای خوبا همه پی اشغال تفریحن فقط ما باید کار کنیم کاش که فقط کار بود در عوض دو مرتبه میری سر فیلم برداری سوپر استار میشی چه عشقی کنیم ما ببین از اعتبارت میتونی استفاده کنی یه قرار بذاری با شاه حسینی بریم کافی شاه
به قشق آباسه میمی؟ حالا النازی، تننازی، مهنازی، آخ آخ آخ، پرینازی، اینا هم باشم بد نیست، دوره هم بیشتر خوش میگذره. دیدی بالاخره خندوندمه؟ گیجم کامران، خیلی گیجم. تو دیگه چرا؟ میگذره این روزا؟ میدونم. بخور. میل ندارم ممنون. از این به بعد باید جای دو نفر بخوری. من نمیتونم نگرش دارم، میخوامش. من میخوامش. دیوونه شدی؟ همه شهر میریزه به هم، جنگ میشه. من یکی که طاقتشو ندارم. این بچه یه معجزه است. وقتی اون بالایی یکی ازم گرفت گفتم دیگه از من قطع امید کرده، من به دردش نمیخورم، ولی این بچه داره به هم میگه که اون هنوز حواسش به من هست. بچه شناسنامه میخواد، بابا ننه میخواد. مثل شیر پشت سر جفتتون وامیستم. تا الان صیغه بودی؟ خب عقدت میکنم. به خانم چی میگی؟ اونو بسپر به خودم، تو فقط مواظب بار امانتم باش. بعد مدت تا احساس جوونی میکنم. این بچه حتما پسره. یه چیزی تو گوشه میگه که این بچه حتما پسره. ادریس میشه دشمن شماره یکی. فکر میکنی این مار خوشخط و خاله باز چی انداخت تو دست بال من؟ روزی که آدمش تو دست بال من به چرخه، ولی حالا باید تون کاراشو پس بده. تاریخ مصرف ادریس تمومه. خودی شد ناخودی. تو شام غریبون صابر وقتی بغلش کردم یه چیزی تو دلم هر ریخ پایین. عقلا میگه بیگناهه، ولی دلم میگه که دستش بوی خونه پسرم میده. این فکرها رو تو سر شما انداختم. همشون سر تا پا یک کرباسم، همشون رو میریزم دور. آدم ها ما از نو میچینم. آره. چه بلایی میخوای سرشون بیاری؟ بازنشستشون میکنم، با پول دهن گندشون رو میبندم، هر کدومشون میفرستم یه طرفی تا این شرکت کوچولوها رو بگردونم. نسخه منو کی میپیچی؟ نسخه شما خیلی وقتی که پیچیده است. حالا نمیخواد اینا رو بمالی به صورتت جلو برادرت. غیرتی میشم ها. یه مدت نبودیم، همه چی از دستمون در رفته. چرا جواب نمیدی؟ چی بگم؟ بگو تا یه ساعت دیگه میرسه. نمیشه که رسیدیم میگم تصادف کردیم مثلا. چرا انقدر تو دروغ میگی تازگی ها؟ میخوای راستشو بگم؟ رفتم دنبال شوهر فراریم شمال، دیدم جاتر بچه نیست. خب مردم به میخندن. کلن میخوای چیکار کنی؟ قیابی طلاق میگیرم به همسادگی. سیمی میدون یاد چی افتادم؟ هیچی نگو. این همه راه آمدی که نگم نشنوی؟ سرم داره میتره که حس میکنم همه چی دورو برم داره به هم میریزه. منم نمیتونم جمعش کنم.
هنوزم میخوای یه تنه همه رو جمع کنی؟ میخوام ولی دیگه زورم نمیرسه، یعنی نمیتونم. بی خود میگن زمان آدم ها رو عوض میکنه، تو هنوز همون قد و یه دنده ای هستی که بودی. باش باشه دیگه، چیزی نمیگم. نه بگو، بگو، میخوام صدا تو بشنوم. از در دیوار بگو، یه چیزی بگو. حرفای بزرگ و گله و شکایت خستم کرده. قهوه‌تو بخور. خوبی؟ بله. فقط نمیفهمم چرا اینجا؟ چون هیچ جا به اندازه این ماشین احساس امنیت نمی کنم. میخوام بفرستم اتون خارج از کشور. شما هنوز فکر میکنین که مرگ صابر گردن ادریسه؟ اگه همچین فکر میکردم میفرستادم شواخوری. الانم که دارین تبعیدمون میکنین. مگه خودت همین نمیخواستی؟ یه گوشه یه امن که با شوهرت بچه هاتو بزرگ کنی. همه دارن میرن کم کم. قبول نمی کنه ادریس مطمئن. حکم که بدم قبول میکنه. شما ها که سر و سامان گرفتین، مادرتونم میفرستم پیشتون. پس میخواین کل خانواده رو منتقل کنین؟ و خودتون چی؟ مهندس خانم، شما دختر بزرگ منی، دختر محرم اسرار پدرشه. من اومدم اینجا تا در مورد موضوع مهمی باهات صلاح مشورت کنم. مرگ برادرت همه چیز زندگی من به هم ریخت. حاصل زندگی من چی میتونه باشه وقتی پسری ندارم که بقیهشو ادامه بده؟ مادرت هم که تو سنیه، خودت که بهتر میدونی. اسمش چیه؟ با ادریس کار میکنه، میشناسیش؟ شوهرت هیچی نمیدونه. چند ماهشه؟ یه ماه و نیم. میخوام اول با مادرت حرف بزنی، وقتی اون آماده شد به بقیه میگه. فکر میکنین که مادر جون تحمل شنیدنشو داره؟ سعی کن نرمش کنی. نشد بهش بگو زن در هر شرایطی باید از شوهرش اطاعت کنه. تو این دور زمانی که سگ صاحبشو نمیشناسه، یکی از خودتون باید بالا سرتون باشه. مبارک باشه. کس دیگه ای نمیخواد اینجا ماجرای اعتیادشو با بقیه تقسیم کنه؟ دریا، تو نمیخوای حرف بزنی؟ نه. حالا چند روزه که اینجایی؟ تقریبا قصه همه رو هم شنیدی.
تو باید حرف بزنی. چی بگی؟ چی شد که معتاد شدی؟ علت داره؟ آره خب. یعنی نمیشه آدم واسه فان معتاد شه؟ یعنی تو واسه تفریح معتاد شدی؟ نه، از قیافم موقع میگرفت، ازش خواهرم خیلی خوشگل بود، گفتم یه چیز بزنم نبینم. یعنی به خواهرت حسودی میکردی؟ نمیدونم، اینکه اون دختر خوشگل باشه رو قبول کرده بودم، قیافه خودم هیچجور تو کتم نمیرم. چرا فکر میکنی تو زشتی؟ خب زشتم دیگه، ولی میزدم نبودم، ملکه بودم، سلطنت میکردم. اولین بار با چی شروع کردی؟ همه تو سن و سال ما با چی شروع میکنن؟ گل. همیشه جیبام پر بود، پسرا موریدن بودم تا سیاه اومد. سیاه گل و ترا رو با هم میزد، دوز ترامون رفت بالا، عاشقم شدیم، بعد رفتیم بغل شیشه، یه مدت تو شیشه آمفتامین بودیم تا سیاه خوشو کشید کنار، با کلاس شد، خط میزد. منم که به هیچی نه نمیگفتم. آنه دارت بر سیاهش تنگ شده نه؟ سیاه مثل هروئین میمونه، بعد اوور بزنی که با جون دستنه بیاد بیرون. بعد بهش که فکر میکنی یاد مواد میفتی. آره؟ سیاه ازش مواد میچکه. دریا، میدونی که اگه بخوای پاک بمونی باید دور سیاهش رو یه خط بکشی. خب بعد که پاک شدیم چی میشه؟ من یکی که اصلا حوصله زندگی رو بدون فیلتر نشگه ندارم. همه چی بورینگه، آدم ها. اصلا خود تو بورینگ ترین آدمی هستی که تو زندگیم دیدم. اگه زنجیرم نکرده بودی یه دقیقه هم اینجا وای نمیستادم. بقیه هم از تو بدتر. اصلا نمیدونم من رو اعصاب زندگی هم یه زندگی رو اعصاب هم هست. ولی بلدم باش کنار بیان. اصلا زندگی بدون مواد پوچه، بی خوده. آدم ها یه سریشون یه مش احمق هم که همیشه نیششون تا بناگوششون بازه، یه سری دیگه هم بچه زرنگ هم که اگه فرصت پیدا کنن خرخرت میچن. این زندگی مفتش هم بیرون مال خودتون. عجب بچه بیادبی ها، شما تو خارج بودی سوتون میکردن ها. بیا برو بی تربیته که بلد باشو من بیرم، من با این کار دارم. ای پسر بگی بیاد بیرون، من با بسته میخوام. اینقدر اینجا با همی سبتا بیاد فهمیدی؟ آره برو بیرون. چی شد؟ از یه خواهد دلجوره برات میبینید و در فکرم اونها رو دست دادی؟ با این یکر بهت نمیخوره بخوای برگردی. اونش به خودم مربوطه. ازش خبر نداری، اشتباه. کدوم باشگاه هست؟ زیک. و خیلی وقت ازش خبر نداری. پول میخواه؟ پول که نه، ولی حساب کتابایی داریم با. اون که مال 7 سال پیش بود. تو این چیزا حالید نیست. تو کار بزرگترام دخالت نکن بچه جون. اون بزرگتری که ازش حرف میزنی این روزا خیلی کوچیک شده. ولی تو همون اولاغی که بودی موندی. اینو حفظش کن، راضی هم ازم. آدم پشتر بابای زر مف نمیزنه. مونس اگه واسه تو زنده است واسه من خیلی وقته که مرده. حال نمیکنم تو دست پام باشه. ببین بچه جون، اگه میبینی من اینجا بیخ دیوار وایستادم و تو اون اتاق مدیریتت لم دادی، واسه اینه که من عاشق مونس بودم برعکس تو، ولی تو حرومزاده تخم حرومشی. اونایی که عاشق مونس بودن همه به خاک سیاه نشستن. سربار قهوه خونه فیروز همه تخطی اونجا ولوان. میمردی اینو زودتر بگی؟ اما 7 سال پیش تو رینگ باید درازت میکردم. یکی از افسوسهای زندگی منه. دوباره بابا رسو گذاشتی آسایشگاه، ها؟ آره. چرا؟ بدبخت که آزاری نداشت. با این شغلی که من دارم از صبح تا شب تو خونه همش تنها بود بیچاره. خب میارمت بیرون.
حالا چه عجله ای؟ تازه خیلی هم دیر شده. تا وقتی که نیومده بالا میشه رفت سر کار. زن من نباید واسه نوچان کار بکنم. میخوای انقلاب کنی ها؟ بله. تو چند وقت پیش خیال بازنشستگی افتاده تو کلم، ولی حالا دیگه خیالی نیست، چون ولیعهدم داره میاد. اگه دختر شد چی؟ این زنگوله پای تابوت حتما پسره. بیا بنداز گردنت اون حلبیارم بندازیشون دور. مرسی. چه خوشت نیمه؟ چرا؟ خیلی قشنگه. چرا بخ کردی؟ و ببین چه خوشگل شدی؟ بچه حتما پسره. بگو ببینم چی میخوای؟ اون چیزی که ته زبونت گیر کرده اونو بریز بیرون. میخوام شریکت بشم. خودم شریک نداره. نعوذ بالله. من با زن جماعت شریک نمیشم. خب همه رو میخوای رد کنی برن، یکی باید پیشت باشه که هوا تو داشته باشه. نه ترس، هوا خواست زیاد دارم. نکنی میخوای منم بفرستی پیش حاج خانوم؟ خیلی هم دلت بخواد که یه نوش بیاد و نه، جایگاه ایشون گوارای وجودشون. میدونی چیه؟ تو زیادی میخوای. کم میخواستم که سراغ تو نمیومدم. میرفتم سراغ یه دونه از اون جوجه خروسای خوشبر و بازو. نه. جاپام قرص نباشه تیر و تایفت دودمانم رو به باد میدم. جرأت میکنم. من عمر نوح دارم. خب عزیزم این خرگوشی تو بردار، برو بیرون الان ددیتر میاد. خب حالا داری میخونه رعنا چیکار کنی؟ میرم زندگی کنم، کاری که اینجا میخواستم بکنم. تا کی؟ اسم اینم زندگی شو؟ تا وقتی که شرایطم درست بشه. بابا شما خیلی بیمعرفتین. از دست مریم نجات پیدا کردم افتادم دست شما؟ من بچه های خودم رو میشناسم. لابد یه کاری کردی که این بلا رو سرت آورده. شما بعد الان پشت من باشی. نمیخواد طرفداری اونو بکنه. اون به اندازه کافی خودش زبون داره. بعد من تو خونه ای که حرمتمو نگه نداشتن زدن تو گوشم یه ثانیه. حالا من به ماکان میگم بیاد ازت معذرت بخواد روتو ببوسه. باشه. هر وقت اومد عذرخواهی کرد رومو بوسید گفت غلط کردم بعدم. حالا صبر کن نرو. اینجا. برو بریم قربونت برم. این بچه رو در به در نکن، نرو. هرچی به پسره کرخر زنگ میزنن جواب نمیده. معلومی داره چه غلطی میکنی تو استانبول. عزیز دلم همون غلطی که ما کردیم. آخ آخ. نمیخوای به پلیس بگی؟ نه بابا به پلیس بگم که لو میره ماشین مدت دست من بوده، من جیک نزدم. بهتر از اینه که ماشین از دستت بره. نه این ماشین گاوه پیشونی سفیده، هر جا باشه ردشو میزنیم. به بچه ها سپردم تو سطح شهر مراقبش باشن. الکی داری لقمه رو دور سرت میچرخونی. من از اول میدونستم این ماشین منو به خاک میده. دیوونه چرا قبول کردی؟ نمیتونم، من سر بعضی مسائل انان از کف میدم، نمیتونم. یادته که؟ آره یادم. آقا آقا سلام سیمین جون. اتفاقا الان ذکر خیر شما بود. من فکر کردم که شما آدرس کافر رو به مینا خانم دادی. اسمشون مینا بود دیگه. بله والا من آدرس ندادم. سلام. خیلی وقت ندیده بودمش.
بله دیگه سیمین جون، کاملا از رنگ رفته موهاتون مشخصه عزیزم. یه موقعی شما خیلی به خودتون میرسیدین، اصلا ول کردین خودتونو یهو اینجوری. به خدا انقدر گرفتارم بابا. خودش به این خوبی جون دلم. تو چرا جواب تلفن تو نمیدی؟ دیشبم که نیومدی خونه. من یه ذره کارام گره خورده. آره معلومه. بشین شما بگو چی میل داری برات بیارم. یه لیوان آب با دوتا مسکه. او پا اوضاع خرابه. امروز رفتم دریا رو ببینم نذاشتن. گفتی مادر ماکانی رو نذاشتن؟ برو یه لیوان آب بیار. چشم. خیلی اینجا میان؟ من؟ نه من امروز این طرف ها یه کاری داشتم، یهو حواس قهوه کردم اومدم تو، دیدم اینجا کافه ماکانه. اتفاقی چه اسمشم یادته؟ آخه اسمش خیلی خاصه. حالا این حرفا رو ولش کن سیمین جون، تو این هفته هر روزی که وقت داشتی یه زنگ به من بزن بگم یکی از این دخترها بیاد یه دست سر و رود بکشه از این وضع حال در بیه، سر حال شی، فرش شی. باش بهت خبر میدم. من میرم دیگه، خداحافظ. من اول نشناختمش، بعد فکر کردم یادم اومد بابا این آرایشگر شماست. ال پر روش نکنی، اون پاتوقش میشه اینجا. زن محترمیه، سر سه تا شوهر خورده. ای پا دو تا ازش عقبی. پشترش خیلی حرفه، میگن از پیرمردا پول در میآورده خرج جوون مونا میکنه. اون وقتی که میشناختمش یه صندلی داشت توی سلمونی قزمیت. حالا بیا ببین چه کیابیایی داره. تو همین برخورد اول فهمیدم زن زرنگیه. چی شده؟ طرفداریشو میکنی؟ نه من تای وجودم فمینیستم، کاریشم نمیتونم بکنم. جناب فمینیست، من نیومدم امروز اینجا با مسخره بازی های تو بخندم ها. اعصابم خراب، زیادی هم حرف زنی میزنم تو گوشه. هرچی به من میگی باشه، چشم بسته قبول، غیر از قضیه کامران. اون دروغ گفته گن زده تو زندگیش داغون شده، تو باش غر کردی؟ تایسون خط قرمز منه. چرا؟ به تو چه؟ با دروغاش احساساتمو جریه دار کرده. پیدا شد، پیدا شد. ببین خود شما کن. چی شده؟ این زاخار کیه؟ زاخار همون حروم لقمه هست دیگه، داره تو اندرزگو با مالو مفت دور بازی میکنه. حالشو میگیرم پلشتو. به خاطر مادرت این کارو بکن. حرف مرد یکیه دیگه سیمین جون. پس منم میرم به رعنا میگم که 6 ماه از سهمش از این کافه هیچی به من نداده. حرف مرد اولش یکیه، بعد میشه دو تا سه تا. راستی کامران هم خونه رعناستا. مگه برگشتن؟ یغما هم اومده؟ اولش گفتن یغما قفقازه. بسه من یغما رو ببینم شیشلیکش میکنم. برو بابا تو هم با اون رفیق دستخالی بنده، دوتاییتون لنگه همین. چرا گوشیت جواب نمیدی؟ باز چه شده؟ برو این چه خبره؟ برو تو اتاق. مگه نمیدونی کار کردم با زن شوهردار اجازه میخواد؟ گفتی شوهر مرده است زنده. یغما جواب سوانیشون هستم، من ازشون شکایت دارم. خانم رعنا رخشان، این هم حکم جلبشون. خانم آخه ایشون من و این تنهایی، یه طرف تو اون زیبایی، داری ساده شکستم میدی، تویی که منو بد فهمیدی، منو جوری که هستم کاش میدیدی. حالا که خودتم دلتنگی، بگو داری با کی می جنگی، منو دیدی و را کچ کردی، شایدم با خودت
لج کردی که دیگه نمیخوام به من برگردی. مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیاب طاقت ندارم بازم نگم کن فکری برام کن من به ندیدن چشات عادت ندارم. مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیاب طاقت ندارم بازم نگم کن فکری برام کن من به ندیدن چشات عادت ندارم. منو این حال بد یه طرف تو ترسی ممتد هر دو با خودمون بد کردیم مردمون خیلی تغییر کردیم جوونیمونو با حسرت پیر کردیم. چه حقیقتی تو این درده که علاقمو بیشتر کرده من که از خودمم دل کندم شکل گریه شده لبخندم واسه چی به تو این عشق پا بندم. مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم بازم نگم کن فکری برام کن من به ندیدن چشات عادت ندارم. مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیار طاقت ندارم بازم نگم کن فکری برام کن من به ندیدن چشات عادت ندارم. میدونستی ادری سرمایه‌گذار فیلممونه؟ حالا چی شده مگه؟ امروز یغما با مأمور اومد جلوی همه به من دستبند زد منو برد دادگاه. رعنا من دوستت دارم به خدا دوستت دارم اما نمیذارم فیلم بازی کنی. سینما با زندگی خانوادگی ما جور در نمیاد. من باید اونی بشم که تو میخوای تا دوستم داشته باشی ولی من دوستت دارم. من که تو هیچ وقت مرد ایدال من نبودی. اکچولی میگفت یه فایل داره انگار وصیت‌نامه زمردی بوده قبل از اینکه خودش رو بکشه توش یه سری سند و مدرک رو گرده که میتونه کمکت بشه. میخوام یه مسابقه واقعی بدم واسه تیم ملی میخوام مدال بیارم. هستی؟ بزن قدش. فردا رأس ساعت 12 میری هتل اتاق 504 یکی در میزنه میاد تو میشینه وقتی که این اوکی بود در کیفو میبنده یه کارت میده بهت اون کارتو میاری پیش من پلیس بگیرتت یا ابد میخوری یا اعدام. فکر میکنم آدمی با شکل و شمایل شما وقتی میره سراغ یکی از همسن پدرش هدفش قطعا عشق و عاشقی نیست. فقط پدر شما تنها کسی بود که از من حمایت کرد. اما خواستگار سابق بالاخره مهرشو گذاشت اجرا حکم جلبت آوردن